برگ ها هم زرد می شوند. اینم از این. این گلدون چرا برگاش زرد شده مادر بزرگ؟ راستش چند روزیه که فراموش کرده بودم بهش برسم. چشمام کم سو شدن عزیزم، ندیدمش، به خاطر همینه که زرد شده. یعنی یادتون رفت بهش آب بدین؟ آره عزیزم، ولی خب برگای زردشو میکنم. اگه من قول بدم که هر روز بهش برسم میشه دیگه این برگاره نکنی مادر جون؟ گلا و درخت ها هم مثل ما آدم ها برای زندگیشون به یه چیزای نیاز دارن و اگه بهشون نرسی میمیرن، یعنی زرد میشن. آره اینا زرد شدن عزیزم. گیاه ها برای زنده موندن به خیلی چیزا نیاز دارن عزیزم، مثل آب و نور و یه چیزای دیگه، و همه اینا یعنی توجه، یعنی باید به گل رسید و الا خیلی زود از بین میرن و زرد میشن عزیزم. توجه. توجه به یادمه میگفتی نمازم یعنی توجه به خدا، گفتگو با خدا که باعث سلامتی روح و جسم ما میشه. یعنی گیاهانم نماز میخونن مثل ما، رکوع و سجود میرن. نه حتما میخوای بپرسی این گلاب و درختایی که من میگم مثل ما جون دارن با خدا گفتگو میکنن؟ اوه، از کجا فهمیدین من میخوام اینو بپرسم؟ من نوه گلمو که خیلی هم کنجکاو و باهوش خوب میشناسم عزیزم. پس نماز میخونم؟ نه به شکل نماز خوندن ما. قرآن میگه همه موجودات روی زمین و آسمان، انسانها، گیاهان و همه و همه چیز ذکر خدا رو میگن و از اون تشکر میکنن به خاطر نعماتی که به ما داده. پس شما هم نماز میخونی؟ مادر بزرگ میشه من هر روز به اینا آب بدم؟ باشه، اما اگه یادت بره چی؟ یادم نمیره. قول میدم هیچ وقت یادم نره. این گلدونو خودم ازش مراقبت میکنم مادر جون. میبخشی منو مگه نه؟ خب یادم رفت بهت آب بدم. میدونم از دستم ناراحتی، ولی خب رنگت میکنم، رنگت میکنم تا همیشه سبز بمونی. قر نکن دیگه، حالا همه برگاتو سبز میکنم تا اگه یادم رفت بهت آب بدم دیگه زرد نشی. مادر بزرگ میگفت تو هم اگه نماز و توجه و یاد خدا یادت بره، دلت مثل این برگا سرد میشه، رنجور میشه، ولی اگه ذکر و یاد خدا تو دل و زبونت باشه، همیشه دلت خندان و شاداب و بانشاد میمونه. به این گلا نگاه کن، وقتی بهشون آب میدی و رو برگاشون آب میریزی چه طراوتی پیدا میکنن. شاداب و زیبا میشن و ما از دیدنشون به یاد رحمتهای خدا میفتیم. بهم این آب زلال رو میبینه روحش تازه میشه.
خب دیگه تموم شد، حالا تو همیشه شاد و با طراوتی. و دیگه هم به آب نیاز نداری. خیلی ساکتید. چیزی شده؟ چیه؟ شما آروم آروم داریم به یه مسابقه بزرگ نزدیک میشید که اگه موفق بشید میتونید برید بالای مناره های مسجد جامع یزد که یکی از باشکوه ترین مناره های مساجد ایرانه. واقعا دیدنیه. خیلی کیف داره. مگر نه هر کس بالاخره میریم بالای مناره. بله چرا میبینیم؟ خب اینم از اینو، یه چیزی نمونده. مناره های مسجد جامعه. هنوز چیزی مونده که باید یاد بگیریم؟ آره خیلی چیزا. این گلدونه کو؟ کجاست؟ نه اون نه، همین جا بود که نه گلدون چرا اینجوری شده؟ من خیلی مواظبش بودم، ولی حال و روز این گلدون نشون نمیده که بهش رسیدگی شده. بهش دست نزنی. چرا؟ صبر کنیم بابا بزرگ. چرا آخه؟ این گلدون انگار نفس نکشیده، مریضه، جون نداره. بیچاره معلوم نیست چشه، چه حال و روزی افتاده. بگذاریم، شما خیلی چیزا مونده که باید خوب یاد بگیرید، مثلا واجبات نماز. بلدی؟ من واجبات نماز رو میدونم چیه پدر بزرگ. منم میدونم واجبات نماز چیه. پدر بزرگ گفتم میدونم واجبات نماز چیه. چرا انگشتم سبز شده؟ یعنی چی؟ این رنگ از کجا اومد؟ یعنی چی؟ پدر بزرگ حتما به یه چیز دست دادید، دستتون رنگی شده. ولی چی؟ سب کن ببینم. اون گلدون رو بده من ببینم. این برگ، تو این برگا رو رنگ کردی؟ آره؟ من آخه اونا زرد شده بودن پدرجو. عجب، تو به جای اینکه برگای زردشو بکنی و به بقیه برگاش برسی، همه ی برگاشو از بین بردی دختر. چرا این کارو کردی؟ آخه خواستم دیگه زرد نشه. زرد نشه؟ ولی تو باعث شدی که اینا خشک بشن. در حقیقت با این کارت نذاشتی برگای سالمی هم که براش مونده بودن نفس بکشن. من قصدم این نبود. میخواستم بهشون کمک کنم همیشه سبز بمونن. نیتم خیر بود، به خودشم گفتم، گفت باشه. مگه نه؟ بله نیت خیلی مهمه. میدونی که یکی از واجبات نمازم همین نیته، ولی عملت هم باید درست باشه. یعنی اون گلدونه تا
تو راه نفس کشیدنشو بستی. برگ درخت ها و گلا نفس میکشن، از نور خورشید استفاده میکنن، نباید روشونو بپوشونی. باید برگای زردشو میکندی و توی باغچه چال میکردی تا خاکو تقویت کنه، مثل کود، در واقع کود میشه. حالا باید برگاشونو با آب بشوری. ببین، راه نفسشونو باید باز کنیم. گاهی نیت خوب کافی نیست و ممکنه با عمل غلط نیت هم خراب بشه. امروز هم چیزای زیادی یاد گرفتم. اینکه یه نمازگزارم باید اول نیت کنه، یعنی بدونه چه نمازی میخونه و به قصد نزدیکی و اطاعت از دستورای پروردگارش اونو انجام میده. پدر بزرگ میگفت لزومی نداره نیت رو به زبون بیاری، گذشتنش از دل و خاطر آدمم کافیه، اما خوبه که به زبون بیاد.